بعض الدول أيضا موجودة، لكن إلى الآن ما قلنا لهم بأنتم تقفون بجانبنا. جلال الدین حقانی در جنگ گروه های مجاهدین با دولت تحت حمایت شوروی در افغانستان چهره افسانه‌ای بود. در ماه عقرب سال 1375 گروه طالبان خبری را با هیجان بسیار اعلام کردند. جلال الدین حقانی به طالبان پیوست. بعدها شبکه حقانی را بنیانگذاری کرد. شبکه‌ای که سازماندهی عملیات‌های پیچیده و پرتلفات شهری برای وارد کردن ضربه های روانی در جنگ فرسایشی را بر عهده داشت و سرانجام اکنون قدرت را در افغانستان به دست گرفت. در ادامه این ویدیو نگاه گذرا میکنیم به زندگی و کارنامه یکی از خون‌آشام‌ترین مرد تاریخ افغانستان. لطفاً تا آخر با گزارشگر باشید. جلال الدین حقانی در حدود سال 1393 میلادی در ولایت پکتیا در خانواده ای از قبیله غلجایی قوم پشتون به دنیا آمد. در دوران حکومت داود خان به پاکستان رفت و با آغاز قیام مجاهدین افغان علیه حکومت افغانستان تحت امر مولوی یونس خالص درآمد و به عنوان یکی از فرماندهان حزب اسلامی افغانستان شاخه یونس خالص در جنگ با شوروی شرکت داشت. جلال الدین حقانی در جنگ گروه های مجاهدین با دولت تحت حمایت شوروی در افغانستان چهره افسانه ای بود. نیروهای او با حمایت مالی و تسلیحاتی بدرق مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در سازماندهی سریع مردان قبیله های عمدتا پشتون مهارت ویژه یافته بودند. قرارگاه های بیشمار وابسته به او در ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست قابلیت تبدیل مردان روستایی و بادیانشین را به چریک‌های جسور و پرتحرک داشتند. نخستین شهری که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در دولت نجیب الله به تصرف مجاهدین درآمد، شهر خوست بود که حقانی در سال 1370 آن را با کمک گسترده پاکستانی‌ها به دست آورد. اگرچه مجاهدین در عمل 1371 قدرت را از حکومت نجیب الله گرفتند، ولی نتوانستند در میان خود به توافق برسند. نیروهای وابسته به جلال الدین حقانی در کشمکش‌های عمدتاً خونین محلی نقش داشتند، ولی شخص او هیچگاه به شکل فعال در جنگ قدرت گروه‌های مجاهدین وارد نشد. در ماه عقرب 1375 منابع گروه تازه تشکیل طالبان خبر را با هیجان بسیار اعلام کردند. جلال الدین حقانی به طالبان پیوست. طرفداران او میگویند که نارضایتی او از چرخه کور خشونت میان دو رهبر برجسته جهادی در آن زمان، یعنی گلبدین حکمتیار و برهان الدین ربانی، جلال الدین حقانی را به طرف طالبان راند. منابع دیگر میگویند که به دلیل پیوندهای جریان او با سازمان اطلاعات ارتش پاکستان یا ISI، اسلام آباد توانست جریان حقانی را به طرف حمایت از طالبان هدایت کند. پشت پرده این معامله هرچی بود تأثیر فوری و عمیق بر شاکله سازمان طالبان داشت. آنها کمتر از یک سال بعد از همراه شدن مغزهای عملیاتی نیروهای جلال الدین حقانی با طالبان، در حملات سازمانیافته پایتخت را تسخیر کردند و ورزیده ترین نیروهای نظامی وقت تحت فرماندهی احمد شاه مسعود را از کابل راندند. حقانی رابطه نزدیک نیز با مجاهدین عرب داشته و حامی آنها در افغانستان بود. وی در همین دوران با اسامه بن لادن آشنا شده و ارتباط نزدیکی با او پیدا کرد. وقتی که القاعده در تابستان 1988 تأسیس شد، نخستین پایگاه‌های آن در منطقه تحت کنترل حقانی و با نظارت شخصی او احداث شد. جلال الدین حقانی در امارت ملا محمد عمر به وزارت سرحدات و قبایل رسید که امور نواحی گسترده از مناطق پشتون نشین میان افغانستان و پاکستان را بر عهده داشت. زمانی که مناقشه آمریکا با پاکستان بر سر طالبان بالا گرفت، در سال 2011 هنار ربانی کوهر
وزیر خارجه آن وقت پاکستان در اظهار نظر خشم‌آلود بر رابطه تشکیلاتی حقانی با سازمان سیا اشاره کرد. ظاهراً در حلقه های امنیتی پاکستان از جلال الدین حقانی به عنوان پسر چشم آبی سازمان CIA نام برده می شده است. سازمانی که در دوران جنگ با شوروی از طریق پاکستان و گاهی به شکل مستقیم امکانات مالی و نظامی گسترده را در اختیار جلال الدین حقانی گذاشت. جلال الدین حقانی در ابتدا همسو با حزب اسلامی تحت رهبری یونس خالص بود و پیوندهای با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار داشت، ولی به گفته همکاران پیشین او روحیه استقلال طلبی همزمان با یافتن منابع مالی مستقیم باعث شد که راه خود را از سازمانهای دیگر جدا کند و تشکیلات خانوادگی را بنیان بگذارد. فرزندان او در مرکز اداره این تشکیلات بودند و فرماندهان و نیروهای پیاده هم عمدتاً از تیره و تبار خود جلال الدین حقانی قوم زدران بودند. از جلال الدین حقانی نقل شده که در اوج جنگ با شوروی گفته بود به محض شکست دادن روس‌ها لوله تفنگ‌های ما به طرف آمریکا خواهد چرخید. ولی زمانی که حادثه 11 سپتامبر 2001 رخ داد و انگشت اتهام به طرف شبکه القاعده رفت، مرحله از تنش با آمریکا شروع شد. جلال الدین حقانی به دلیل پیوندهایی که با القاعده داشت و به دلیل تفکر سنتی و قبیلوی نمیتوانست با تقاضای استرداد اسامه بن لادن یک همرزم مهمان به آمریکا موافقت کند. سند روشنی در این باره وجود ندارد، ولی بعضی از مقامهای پیشین طالبان گفتند که جلال الدین حقانی ملا عمر را از هر گونه پاسخ مثبت به چنین درخواست از آمریکا نهی کرده بود. حمله آمریکا به طالبان باعث به زیر کشیده شدن امارت ملا عمر قندهار شد و بساط نظام طالبانی را از افغانستان جمع کرد. ولی وضعیت جدید دقیقاً شرایط بود که تشکیلات جلال الدین حقانی برای سالهای سال آن را تجربه کرده و به آن خو گرفته بود. فعال کردن شبکه‌های پنهان و نیمه پنهان، حمله‌های چریکی در جنگ فرسایشی و سازماندهی عملیات‌های پیچیده و پرتلفات شهری برای وارد کردن ضربه‌های روانی و در نهایت جلب سرخط‌های خبرهای جهان. او وارد معرکه شد که یک بار با شوروی در همین نوع معرکه نبرد کرده بود و به طرف مقابل تاوان سخت رسانده بود. ابعاد مصیبت بار باخت در آن معرکه تا سقوط کمونیسم گریبان کرملین را رهان نکرد. در تمام سالهای بعد از 11 سپتامبر پیچیدگی عمله های شبکه حقانی زبانزد حلقه های استخباراتی غربی و افغان بوده است. شاید ارتش آمریکا برای سالها عمله مهلک به ساختمان سفارت این کشور در کابل را فراموش نکند. تفنگداران آمریکایی در مقابل دوربین های خبری جهان بر بام کوتاه یکی از ساختمان‌های امجوار زیر آتش سنگین افراد تشکیلات حقانی گیر کرده بودند. آمریکایی‌ها در سال‌های گذشته چی با عملیات‌های غافلگیرکننده زمینی و هوایی و چی با آتش هواپیمای بدون سرنشین، چهار پسر جلال الدین حقانی را کشتند. سرانجام گروه طالبان در 4 سپتامبر 2018 خبر مرگ جلال الدین حقانی را تایید کرد، ولی سراج الدین حقانی جانشین او بارها از مرگ گریخته است. سراج الدین حقانی در حالی که رهبری گروه شبکه حقانی را بر عهده دارد، همزمان معاون هیبت الله خنزاده رهبر طالبان است. سراج الدین حقانی اکنون در دولت فعلی امارت طالبان مسئولیت وزارت داخله را بر عهده دارد. انس حقانی یکی دیگر از فرزندان جلال الدین حقانی از خانم عربش است که در ویدیوهای آینده او را نیز به معرفی خواهیم گرفت.